هموطنان گرامی، خانواده عزیز، همی نام یک کتاب است به نام فولاد چگونه آب دیده شد. امیر شنیده نامش، کسایی که از دوره از سالای 60 هستند و سنشان از 40 به بالا است یا حدود 40، حتما نامی ای رمان شنیدن. ای یکی از رمانای عجیب شوروی است، گرچه رمانای در زمان شوروی آفریده شد که معجزه به اصطلاح در عالم ادبیات، یعنی سر به اعجاز و معجزه می زدن، مثلا دنیا آرام. اما ای از نوع دیگه بود. اینمی کتاب 773 بار با تیراژ کلی مثلا بیش از 53 میلیون جلد منتشر شد. اینی رمان فولاد چگونه آب دیده شد. پیش از اینکه میگم معرفی بکنم، نیکولای آستروفسکی نویسنده ازی در این رمان میگه که امی جنگ یک امر قبیح است، جنگیدن، جنگ کرد. اما قبیح زمانی است که تو نفهمی که کی را هدف میگیری و برای چی میزنی. اونو وقت قبیه است دیگه، باز قبیهات ندارم. تو یک جالب یک موضوع است. خب کسی که رمان نوشت جوانی بود، فلج، نابینا، به نام نیکولای آستروفسکی. اینمی رمان به کمک خانم خود و یک همسایش بود میره نوشت در سال 1932. خودش در سال 1904 به دنیا آمده بود، یعنی 28 سالگی خود دیگه. خود آدم 3 سال مکتب خوانده بود. این تو آدم بسیار تحصیل یافته نبود، 3 سال مکتب خوانده بود. بعد از او کمک کلان شده بود، چوپان شده بود، سپس آمده بود پس در محله شاگرد برقی شده بود، شاگرد سماورچی بود. اما دونمو حالات کتابای معروف مثل خرمگس اسپارتاکوس از هوارد فاست اون ما را میخوان و پیوسته تشنگی میکشید به کتاب بعدی. یعنی یک جوان که رمان فولاد چگونه آب دیده شده نوشته، اینی اوصافه داشت. اول خود 6 ماه سر این کتاب کار کرد. بعد از 6 ماه در جریان کوچکشی یعنی چیزی که در 6 ماه نوشته کرده بود کلش گم شد. این دیگه درد است که از این درد من شخصا کشیده. این که در کوچکشی متن اول گم شد و بسیار مایوس شد یادم، حتی به فکر خودکشی افتید. مگر معجزه یا وسوسه نوشتن رمان اینمی آدم نجات داد؟ بسیار به سختی خدا انداخت سر نوشتن کتاب. مریضم بود، خودش متن دیکته میکرد، همسرش مینوشت و گاه در تایپ کنه به این شکل نوشته. خب ای چه چیزی می نویسه؟ ای روح هست که می نویسه. او قدرت نادیدنی که در پشت چهره آدم است او را نوشته. اگر نمی رقم یک آدمی که می تو بفته و هرچه و پرچه فلج، او از امین نوشتن رمان برش چه ارزش می داشته باشه. اما ببینه اول ایره که نوشت، ایره انتشارات لنینگرادی کتاب ایت تحویل نگرفت، نادیده گرفت. عجب. یک دفعه که رمان چاپ شد در سال 1932، یک هو شد. یعنی قطاری که
و خاطر دستیابی به کتاب در از فروشگاه یا از امو کتاب خانه قطاری که بسته می شد، این قطار بسیار طولانی می بود روزانه، تا قطار استاد می شدن تا یک نسخه از کتاب به دست بیاید. محتوای کتابی است که یک قهرمان است در دراهه است، در دراهه قرار می گیره. رای اولش است که با ارتش سرخ، با جوانای مترقی و کارگران شورای کارگران بپیونده. همون دوران وقتی هم تولد شده که یک سال بعدش انقلاب 1905 روسیه اتفاق افتاده بود. بعد از اون انقلاب فوریه و بعد از 6 ماه بعد از اون انقلاب اکتبر. این بیخی وقتی خو ای وقتی که انقلاب اکتبر شد بازی جوانان بود، یعنی یک قهرمانی که آفریدی بود که آیا به ارتش سرخ بپیونده یا به ارتش به گاردای سفید بازمانده های تزاری، یکو وقت و ضد انقلاب به کدامش بپیونده، به صاحبان سرمایه ایتور. موضوع رمان چگونه فولاد آبدیده شد اینمی قضیه است. یک زندگی جوانی است که بعد از انقلاب است. پاول کرچاگین شخصیت اصلی نام دارد. ای پاول شباهت زیادی داره با نام پاول ولاسوف، قهرمان رمان مادر ماکسیم گورکی که هم تصادفی هم پاول بشوند نامش است. اگر پاول ولاسوف در رمان مادر این همراه رفیقای خود مبارزای پیروزی انقلاب بودن، پاول کرچاگین در جمع سازندگان جامعه سوسیالیستی بودن در مو وقت، تازه با یک هیاهو و تشدد و کشتار شروع شده بود تا که سیستم مالکیت تغییر بتن که داستانش بسیار طولانی است. آستروفسکی خودش میگه که فولاد در آتش و سردی به شدت آب دیده میشه، در دو چیز، هم در آتش هم در سردی، اونو وقت است که آسیب ناپذیر میشه، یعنی ترس به طور کامل از بین میره در وجود آدمی. کودکی پاول کرچاگین وقتی که شما میخونین این رمان، شما را به یاد دوران کودکی یک کتاب دیگه ماکسیم گورکیس مندازه. یو دو آلیوشا بچککیس که گورکی آفریده، بچککیس که دنیا نشناخته، که تحلیل دور پیشش برش بسیار مشکل است. پاول کرچاگین هم در ابتدا زندگی چیزی نمیفهمه، حتی از کلمه سیاست حراس داره. جادای پرخم و پیچ زندگی را آیست آیست میبره و او را به طرف در یک مبارزه بسیار سخت و دشوار آب دیده میکنه. این رمان که چاپ شد، موفقیت این رمان باور نکردنی بود. یعنی در روزهای اول اینمی کتاب فولاد چگونه آب دیده شد از در تمامی کتاب فروشی ها ختم شد. ایتو نایاب بود که بسیاری مردم برای به دست آوردن یک نسخه در صفای بسیار طولانی استاد می شدن. حتی از کتابخانه هایی که گذاشته بودند در کتابخانه های دولتی شوروی نوبت بود، یک نفر می بردی رو می خوند، یک گروه کامل دیگه در انتظار بود و وقتی که می آدم ها می برد می خوند، یک جمع بسیار کلانی از مردم جمع می شدن تا یک نفر این رمان با صدای بلند بخونه و دیگه گوش کنن، که یعنی به این شکل یعنی مجرا شود، یعنی اونا هم خواندن از محتوای کتاب با خبر شدن. تنها در طول زندگی خود نویسنده امیر رمان بیش از 40 بار تجدید چاپ شد و بعد از مرگش فکر میکنم که 37 بار دیگه تجدید چاپ شد. بسیار عجیب است نه؟ این کتاب نمیفهم من شما میخوانین یا نمیخوانین، اما یک باری رو بخوانین.
حتی ای آدم از بس که پیروزی ای کتاب درخشان بود، ای را تشویق کرد، خود نویسنده تصمیم گرفت که ادامه هم نوشته کنه. ادامه به نام متولد طوفان نوشته کرده بود که اما ای بور باز تکمیل کرده نتانست، در نیمه راه ماند و خودش مرد. با وجودی که بسیار با سرعت سرش کار میکرد، همین ادامه ای کتاب متولد طوفان این ناتمام ماند. مریض بود، علیل بود، اما از یکی خونه میکرد می نوشته. خب بالاخره در 22 دسامبر 1936 یادم زندگی را ودا میگه، وقتی که میمره 32 سال داشت، یعنی تقریبا 3 سال پیش از جنگ دوم جهانی یه آدم وفات میکنه. دمی 4 سال اول رمان فولاد چگونه آب دیده شد، بسیار به زبانهای مختلف ترجمه شد، در 47 کشور به 56 زبان منتشر شد. حتی یک چیز جالب هم اتفاق افتاد که یک ژاپنی رو به زبان ژاپنی ترجمه کرد، بعد از ترجمه آمد به شوروی گریخت، آمد به شوروی. وقتی آمد که بیخی اوج تصفیه های درون حزبی استالین بود، یه آدم ها گرفتن به نام جاسوس ژاپنی تیرباران کردن. بسیار عجیب است. خب در زبان انگلیسی این کتاب به سرعت ترجمه شد به نام The Making of a Hero، یعنی ساخته شدن یک قهرمان، منتشر شد. رمان استروفسکی در طول زندگی خودش، گفتیم که 41 بار نشر شد، از سال 1986 بیشترین انتشار از این اتحاد شوروی بود که سرجم به 75 زبان ترجمه شد، 773 بار با تیراژ بیش از 53 میلیون نسخه چاپ شد. همین رقم رمان شما دیده بودین، همین رقم بسیار بزرگترین رمان ها اینقدر چاپ شده باشه و فروش رفته باشه. بنان یک آزمایش بکنیم که چی بوده. ای آزمایش چی است؟ یک بار خواندنش است. در گوگل شما برین، بسیار زود در دسترس است، دانلود کرده میتونید. من وقتی که اینمی کتاب میخواندم، اصلا باورم نمی آمد که اینمی را یک بچه 28 ساله، خودش علیل مریض، نوشته باشه. اما شما میبینید که در پشت کالبد نوین آدم، در پس کالبد چی یک قدرت عظیم و رازآمیز نهفته می باشد. با امید از اینکه کتاب یک بار بخونید. تا معرفی کتاب بعدی، شما را به خداوند نسپارم.